حالا موتور به اینجا رسید که جبه بالا رو بستیم و این همون سورپرایزی که میخوام بهتون بگم. حالا یه چیزا تیبا حفظ میشه، یه سری چیزا یه سری تغییرات باید بدیم به سمت ریو، یه سری هم نه تیبا نه ریو. سلام، روز خیلی خوبی داشته باشین، در واقع شب خیلی خوبی داشته باشین. از صبح نتونستیم یه سری کارا رو انجام بدیم، بذار درگیر یه سری کارهای مالی بودیم دیگه، حالا کاراش انجام دادیم و خوشبختانه به خیر داره میگذره. حالا در جریانتون میذاریم در آینده که چی بوده داستان اینا. ولی امروز یه سری کارا کردیم، با اینکه ساعت 3 رسیدیم کارگاه، در واقع 2 رسیدیم، نهار خوردیم، چقدر تاریک شد. احسنت، یه لحظه اجازه بدیم به من. به به، چه نوری، من لذت میبرم. احسن، سلام علیکم. بیا میکروفون رو بگیر. میکروفون گرفتیم، هی داریم سیس میاییم و بایاه لذت ببرید. بیا. نه بایا نیست، گینش هم میبرم بالا. گین چیه؟ گین شیش هم داره؟ شیش هم داره. من تا حالا تا 5 سفت گین دو طرفه ایزرم که صدا بپیچه. احسن توم، صدای منم باید بیاد دیگه. بله. خب کار موتور به اینجا رسید که جبه بالا رو بستیم. هستم یه رزا در واقع و اینکه تایمش هم تان کردی؟ نه آه. تست دادم یه سه چیزا اندازه تست. آره، کپا حالا واسیم ترکاشو کشیدیم، با سرسیلند یک کاری ندیم، پلت پشت بستیم، دیاغ در واقع سرتاسری دست موتور و رابطه در واقع دست موتور به سمت بلوکو اوکی کردیم. این سوراخمون باید در واقع ریگلاژی جا سوراخش تغییر بکنه که کاملا داخل اینجا پیچ بسته بشه. یه سری پیچه حالا باید تهیه بکنیم براش. این مچه این مچ نیست، یه ذره باید ایپچه بیاد این ورتر. حالا ایپچه اصلا آره. خود این خود سوراخ بیاد این ور کار ما رو راه میندازه. اصلا این لذت این سوراخ مچه اصلا یکی مشه، یکی شو من این پیشنهاده بسیار، چون کلا انگار اصلا این واسه این ساخته نشه. آره نشه. حالا داستان چیه؟ داستان هیچی دیگه، آخر وقته این کار رو انجام بدیم. لنگ این فنر در واقع تنشنر سفکن هستیم که در واقع این هم فردا مالک به دستمون. پیشرفه جمع میکنیم موتور. آره دیگه، ببین اینا همه سیاله، این هوا اینجا سیاله، همه چی سیال است. بچه یه سری ابزار گرفتیم برای کلاسه آموزشی، ابزارهای خیلی خفن و اینکه برای تایم کردن موتور. چه موتوری؟ یه موتوری که مخصوص کلاس تیونینگ 2 داریم میگیریم و احتمالاً تا وقتی که این ولاگ بدون موتور ندیگه تیونینگ 2 بعد از این ولاگ میاد بیاد. مهم نیست حالا دیگه، ما داریم میگیم دیگه، موتور میگیریم که تک تک بچه‌ای که دارن ثبت نام میکنن بتونن کار کنن با این ابزارا. اینم از این. تو حرف دیگه نداری؟ نه تمام. دیگه فردا ان شاءالله میریم سراغ تایم کردن و یه سری اندازه‌زنی داریم رو بحث تایم کردن خود ادوات تایممون که حالا فردا بهتون میگم داستان چی. مواظب خودتون. و اما گالانت یا همون گالانت، کار خورده کاری سیمکش رو انجام دادم و اینکه یه کارش که انجام دادیم این بود که خورتومی ها رو کشیدیم روش سیمکشی ها. الان میریم پایین نشونتون میدم، هر کدومش به من نشان بده. من سیمکشیش تقریبا مرتب شد، چیز بیرونی نداره، ولی حالا باید یه سری خودکاری انجام بشه روش. ایسی رو وصل کردیم، خوشبختانه سویچ رو وصل کردیم، وصل شدم، هیچ مشکل نبود. چون من نگران این بودم که این ماشین مشکل سیمکشی قبلا داشته، ممکنه که آسیب زده باشه، برای همین ممکن بود آسیب زده باشه، یعنی خود سیمکشی آسیب خورده باشه، که خوشبختانه تا اینجای کار مشکلی نبود. سنسورها رو معرفی کردیم، حالا این قضیه بحث سنسورها و کالیب کردن این داستانا رو توی کلاس EMS 1 و 2 و 3 احتمالاً نهاییش میشه 3 توی اونجا بررسی میکنیم و اینکه امیدواریم که لذت ببرید و سایت هم داریم میاریم بالا که بچه‌ها دورهای پیش نیاز رو بتونن آنلاین هم بردارن، ولی ما پیشنهاد میکنیم حضوری تشریف بیارید، ولی دیگه دورهای پیش نیاز رو خیلی دیر به دیر میتونیم حضوری برگزار کنیم، چون وقتمون تو کارگاه خیلی محدوده. احسن، توضیح بیشتری بهتون نمیدیم. این همین دیگه، شبتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم، بریم فردا بیایم. 24 hours later. سلام، روز خیلی خوبی داشته باشین، اومدیم با بقیه کارهای گالانت بریم تو کارش. امیررضا هم بالا داره کارهای تیبا رو انجام میده، جلوتر بهتون نشون میدم، بریم ببینیم میتونیم روشن کنیم گالانتو یا نه. الان یه کاری که باید انجام بدم اینه که یه نقشه یو من اشتباه داشتم و حواسم نبود که از توی رله دوبلش دنبال کنم این سیمی که این سیمو باید بدم به گوش، این سیمی که رله دوبل اومده رو باید بدم به ECU و چک کنم، البته دوباره نقشه‌شو ببینم که مشکلی توش نباشه، ولی فکر میکنم همینه دیگه، چیز
دیگه من چک کردم و خود رلم نگاه کردم، نقشه‌ش رو همین بود. این یاد بدم به فیول پمپ. الان یه سیم اشتباهی دیگه داده بودم، چون توی نقشه دیگه بریم ببینیم که روشن میشه یا نه. و اما در مورد موتور تیبای 16 سوپاپ، قبل از اینکه در مورد موتور تیبا بخوام بگم، یه سورپرایز جالب داریم. اینا این قطعاتیه که برای ما فرستادن یکی از شرکت‌های خوب لوازم افترمارکت داخلی، شرکت هورنت، و اسپانسر شدن و قرار شدی همکاری انجام بدیم در جهت کلاس‌های آموزشیمون. و این همون سورپرایزی که می‌خوام بهتون بگم حالا. ولی خلاصه این لوازم‌ها برای اینه که برای کلاس آموزشی که شما دوستان تو تیونینگ 2 و 3 میتونید اینا رو موتور رو خودتون اسمبل کنید و یه و این برای اون کلاس‌هاست. حالا بریم سراغ امیررضا. خب شما چطورین؟ خیلی هم عالی. موتور کامل جمع شد و اینکه یه دونه کولیه سر میلنگ باز عوض میشد که عوض شد. چرخنده. چرخنده گفتم این رضا. چرخنده. چرخنده. میدونید که چون اگه من بگم کولی اتفاقی که میفته جالب میشه. من اصلا نمیادم همونجا من دست به تکون میخوری. آره. امیرزا گفت بگم چرخنده. چرخنده سر میلنگ. اوکی امیرزا. به زبان گیلک هم شما که میگین چرخنده. حست چیه در مورد موتور؟ حسم حس مثبتیه. موتور باحاله. یه سری تفاوتاشو بهتون بگم. مثلا میلنگ ریو 8 لنگ، این میلنگ 4 لنگ. ما میلنگ 8 لنگ خودمون موافق داریم به دلایلی که باز در کلاس های تیونینگ آشنا میشیم باش. اما گندشو همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم که گندشو نمیخوام در بیارم، ولی واقعا خوب صحبت میکنم در بیارم مثلا. ولی کورسش هم میدونین جزئی در حد حدود 0.2 موتور در واقع تیوا کورسش از موتور ریو بیشتر کورس میلنگش. در واقع میلنگ استرکش هم کرد. در واقع میلنگ پرایدو تیوا یکیه، فقط صرفا بحث برش فرق میکنه. حالا یه کار دیگه هم انجام شد روی موتور چی بود؟ آره فلایویلش سبک شد. توی سه تراکم قبول کرد، پیشنهاد قبول کرد. آره ما دادیم، مالک قبول کرد و خدا رو شکر انجام دادن. دستشون هم درد نکنه موتور خودشون. البته ما پیشنهاد داریم که کاری که کردیم پیستون تراکم دهانیم و هورنت داخل موتوره. و در واقع حالا یه سری تغییرات داشت، خیلی از چیزا تیبا حفظ میشه، یه سری چیزا یه سری تغییرات باید بدیم به سمت ریو، یه سری هم نه تیبا نه ریو، ویرایش های بینابینه. تایمش خیلی خوشگل اصل انجام شد و مشکلی نداشتیم. پایه در واقع صفر کوین دینامش هم بستم اصلا تا بریم برای نصب دینام. و دیگه نکته خاصی این موتور نه پورتولیش داره نه در واقع غیر در واقع پیستون هورنت تراکم دهانیم، لوازم افتر مارکت خاصی نشون داده بودم یه بار. آره آره فکر میکنم نشون داده بودم. پورتای خیلی محدود و ریستریکتی داره. موتور تقریبا ما یکم درگیر کار کلاس هم هستیم، ولی موتور اینترنال موتور کامل تمام شده. فقط یه در رو میذاریم در واقع در صاف و یه دنم کارته. آره انشالله که میریم بعد روشن شدن. یه سری تغییرات داریم رو سیم کشی، منیفولد و اینا هم آماده بستن، مشکل نداریم. در سواپ هم فرق یه شستشو داده، کارتل عقب شستیم آماده نصبه. و اینکه یه قاب در واقع رو تصمیم هم باید مالک تهیه بکنن که ببندیم. خوردریز هم مثل سنسور فاز و داستانهای دیگر رو باید بگیرن. یه دونه در واقع بایپس بخاری باید بگیرن که وصل کنیم به سرسیلند و داستان. سوال داشتم در مورد اینکه مثلا موتور خوب این کاری که ما داریم میکنیم و عملا متاسفانه باید سایپا چندین سال پیش انجام میداد. بهتونم بارها و بارها گفتم داستانش چیه. بحث مربوط به هزینه غالب سازی و توجیهیه که برای یه کمپانی داره که در واقع این کار رو بخواد انجام. وقتی مردم دارن پرایدش و تیباشو هنوز میخرن، چرا بیاد هزینه بکنه و 16ش بکنه؟ دلیلش اینه، هیچ دلیل دیگه نداره جز اینکه از نظر هزینه هیچ توجیهی براشون نداره. ما کار حالا دیگه خودشون میدونن چیه. چیز بعدی حتی ایشالله که نیستن. احسن. حالا نکته چیه؟ نکته اینه ما یعنی کار اعمال شاقه ای انجام ندیم. کاری که خودروساز میتونست خیلی راحت تولیدیش بکنه رو ما تو این نمونه انجام دادیم. اما واقعیت اینه که این موتور با حجم تقریبا 1500 سی سی و در واقع بدون هیچ لوازم افتر مارکتی منهای پیستون، توان گشتار خیلی عسلی میده که داینو متوجهش میشین. اما
اما احسن، اما واقعا موتور TU5 و EF7 موتورهایی هن که راندمان خیلی بیشتری از این موتور دارن، خیلی بروزترن از این موتور، لوازم افترمارکت دارن کلی. حالا EF7 حتی توربوه ولی TU5 واقعا کلی لوازم افترمارکت داره. شما TU5 به راحتی بالای 200-100 چرخ میتونی اتمسفریک سوارشی، توربو سوارشی، حتی توربو. من هیچ موقع سمت TU5 نمیرم، نزدیکش هم نمیشم، چون همیشه EF7 وجود داره. اما مسئله اینه که واقعا اون دوتا موتور موتورهای بهتری هن. این موتوری که کمپانی MI-TECH در واقع اومده بهینه کرده بر اساس حالا موتورهای در واقع B6 و ZM و ZL و داستانهای دیگه، یه سری ویرایش MVH و تقویتی رو بلوک انجام داده، برگشت روغن اضافه کرده و هزار جور داستان دیگه. ربطی هم نداره، VVT نام نداره. این مثالایی که زدم کلی فقط گفتم. خب این موتور هم در واقع یه سری ویرایش های TU5 به نظر تو نمیشه؟ نه به نظر من نمیشه، ولی خب یه نکته اصل میمونه اینجا. دوستان تیبا سوار، خب خط تیبا هم به زودی داره تو سایپا میخوابه و دیگه ساینا و کویک و غیره رو خط باقی میمونه. دوستان در واقع سایپا سوار استلان که موتور M15 رو ماشینشون نصبه، و دوستان شاهین سوار اگر توجیه هزینه داره براشون، هزینه کمی نداره این کاری که ما داریم روی موتور انجام میدیم، اصلا کم نیست، اصلا فکر نکنید با هزینه جزئی میشه این کاری کرد. حالا بعدن که استیج کامل تموم شد میتونید تماس بگیرید، در جریان هزینه‌هاش قرار بگیرید. اصلا فارغ از بحث اجرت کلی لوازم شما نیاز دارید، و اینکه کار درست و اصولی در بیاد با از اینا آب دهن بزنی اوکی اونا احسن. این دوستان میتونن در واقع این ویرایشی که ما انجام دادیم رو به راحتی انجام بدن و لذت ببرن، برای یه راندمان خوب داشته باشن. البته که رو شاهین حتما ایسی استندالون میخوان چون توربو هستش. روی ساینا و کویک و تیبان پیشنهادم همونطوری که این ماشین استندالونه، پیشنهادم بازم ایسی استندالونه. شما کاملا کلوز لوپ و به شکل کاملا شهری میتونین از این ایسی اچ‌اندن استفاده بکنین. ما با ایسی اچ‌اندن رو موتور Z24 یورو 5 گرفتیم دیگه. میخوام بدونم که چه کاری دقیق‌تر از این که شما رو سیکل NEDC و EUDC با دستگاه CVS در واقع سیکل رو پیمایش بکنین و استاندارد بگیرید. پس ایسی استندالون اگر درست تنظیم شه خیلی هم احسن و عالیه، هیچ جای نگرانی براتون نباشه. اینم از این داستان. من نمیگم الان، میدونم چند اسپید ولی نمیگم الان. میتونید شما حدساتون رو به عنوان کامنت در واقع داخل یوتیوب برای ما و اینستا بذارید. چند اسپید حدودا مشخصش هم که دیگه میدونید، نه پرپولیش داره نه چیزی. دقیقاً اینا رو بگین چند اسپیده، نظرتون رو به ما بگین. یه چیز واقعا منطقی و معقولی خواهد داد. کالیبر ما هم اولویتمون با بحث بنزین سوپر هستش روی این موتور، و در واقع حالا با بنزین معمولی هم رو مپ دوم برای مالک تنظیم میکنیم، ساپورتشون میکنیم و تمام. ولی سر و ته این پروژه رو بگیری برای کویک سوار، شاهین سوار توجیه داره. اما اگر در فکر خرید ماشین هستین، قطعا خودرویی که رو اتاقشون TU5 و EF7 نصب شده گزینه‌های بروز تر، خوش استحکامتر، مدرنتر و با راندمان بیشتری هست. حدیه سوالی، اینا رو نمیشد B6 ببندیم؟ سرسیلند رو شدن میشد، ولی اولویت ما این بود که حالا به دلایلی که هم خودمون علاقمند بودیم هم در واقع مالک هم بدش نمیومد از این کار، دقیقا عیناً از چیزی استفاده کنیم که تو بازار ایران یه تایمی در واقع قیمتش موجود بوده به تیراژ بالا و با قیمت مناسب. نمیگم B6 قیمتش گرونه، ولی خودتون فکر کنین ریوی که توی نو این سرسیلن، ریوی که توی مگا موتور قبل از اینکه یورو 4 تولید شه تو همون خط موتور ریو تولید میشد، قطعاتش بیشتر پیدا میشه یا قطعات B6 و با قیمت مناسب داشت. آره دیگه 16 ثواب میکردن اصلا به این شکل کم شد. نه خب این واقعا عرف داره بروستر، ولی B6 هم شما میتونید بکنید مشکل نداره. B5 SOHC 16 سوپاب و B5 در واقع DOHC میتونید بکنید. آره بله، تمام این آپشن ها رو شما روی در واقع نیم بلوک پراید و نیم بلوک تیوا خواهید داشت، ولی تصمیم ما این بود که ریو باشه. هزینش جدا از این که این کار ترتمیزیه، بله، هزینش توجیه نداره. بله یه سری دوستان توجیه داره نسبت به TU5 توجیه. اگر آره اگر شما همون توان رو بخوایی بگیری، آره، و اینکه بخوایی مثلا البته خب در نهایت با ماشینی که میخری ممکنه ارزون بله با ماشین ارزون تر ولی توانش هم خب کم. بله دقیقا یعنی شما اگر بخوایی کل پول ماشین رو حساب بکنی و کاری که داری انجام میدی، خب TU5 باز گرونتر میشه برات، ولی خب توانی که بهت میده در از یه جایی به بعد دیگه TU5 دقیقاً احسن میره بالا.
گوشی هم میزنه زنگ میزنه. اصلا به این شکل. خب خسته نباشید. سلامت باشین. خب چه خبر؟ سلامت شما چه خبر؟ همه چی خوبه؟ خداحافظ. مواظب خودت باش. شبت بخیر. این هم از امروز و اینکه تقریبا کارا رو داریم موازی با هم پیش میبریم و تقریبا داره تموم میشه. خدا رو شکر. کارایی که دستمونه، امیدواریم که این حجم از کار که برای ما بی سابقه است زودتر تموم بشه و به پروژه هایی که این همه سال خابیده و منتظری که ما بهش برسیم برسیم. شبتون بخیر و اینکه درست میشه. روز خیلی خوبی داشته باشین. به کانال شنیگامی سنتر خوش اومدین. این کانال مخصوص شما ماشین بازاست. امیدواریم که مفید باشه براتون کلا مطالبی که میذاریم توش.